با تشکر آقای رئیس، از اونجایی که ما نتوانستیم به شکل تعاملی در رابطه با تبعیض علیه زنان بحث کنیم، از این امکان برای مطرح کردن این موضوع استفاده می کنیم. در جمهوری اسلامی ایران که با وجود توصیه های فراوان هنوز عضوی از کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سیدا نیست، زنان به طور سیستماتیک از حق خود برای استفاده از مکان های عمومی و خصوصی محروم می شوند. از تماشای مسابقات ورزشی در استادیوم ها یا ورزش زومبا در باشگاه های زنانه گرفته تا حق حضور در مقام های تصمیم گیری همانند ریاست جمهوری کشور و یا هیئت رئیسه مجلس، آنها حتی از تصمیم گرفتن در مورد بدن خود هم محروم هستند. آقای رئیس، هیچ باور یا فرهنگی نمیتواند توجیه کننده این باشد که یک زن برای عمل جراحی رحم نیازمند اجازه همسر خود باشد. زنان متأهل در ایران برای تحصیل، اشتغال و مسافرت به اجازه همسر خود نیاز دارند و این یکی از دلایلی است که بسیاری از زنان جوان تحصیل کرده ایرانی علاقه به ازدواج ندارند. خانم زهرا نعمتی تیر اندازه با کمان المپیک و پارالمپیک ایران و یکی از قربانیان ممنوعیت سفر توسط همسرش برای بسیاری از شما در این شورا شناخته شده است، چرا که در ماه مارس استثنا به او اجازه داده شد تا از کشور خارج شود و در هیئت نمایندگی ایران در مقابل اجلاس کمیته حقوق افراد با معلولیت شرکت کند. همه زنانی که ممنوع سفر هستند در این حد خوششانس نیستند. موارد بالا و بسیاری از رفتارها و قوانین تبعیض‌آمیز دیگر علیه زنان تنوع فرهنگی نیستند، بلکه تنها سرکوب زنان در یک جامعه پدرسالار میباشند که میتوانند و باید با کمک این شورا و دیگر مؤسسات بین‌المللی متوقف شوند.